ناله های این سرزمین به گوش خدای حقیقی رسید و زمان آن رسیده که خدا قوم من و تو رو تفقد کنه خداوند ما رو خواند تا رهبران باشیم تا دانه ها و ثمرات نیکو در زمین خداوند بنشانیم و به بار بیاریم خدا میخواد ایران رو از طریق ایرانی آزاد کنه ما که برای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه خواهند یافت و با های همچون اقاب اوج خواهند گرفت. با ایمان اعلام کن روح خدا بر من است تا اسیران رو آزاد کنم روح خدا بر من است تا فقیران رو بشارت بدم روح خدا بر من است تا زندانیان رو آزاد کنم روح خدا بر من است که گفتگان رو امید بدم ما عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد همانه مس خدا روی تو میاد و ثابت میکنی آنچه که دارم میگم میشه آنچه که دارم میگم ببین آنچه که دارم به تو میگم و تجربه بکن آمین حتی در زمانهای آخر که من و تو امروز در زمانهای آخر هستیم روحش رو بیشتر و بیشتر خواهد ریخت پس اون آیات و معجزات باید بیشتر و بیشتر در کلیسای خدا عمل بکنه مس از کجا میاد از حضور خدا میاد مس از کجا میاد از زندگی مقدس میاد مس از کجا میاد از ثمرات روح میاد مس از کجا میاد در روح راه رفتن میاد مس از کجا میاد در راستی خدا ایستادن میاد مس خدا دست خداست که روی تو تو رو در نام عیسی مسیح خداوند خدای شفادهنده خدای حیات دهنده خدای قوت خداوندی که آمده هللویا اسیران آزاد کنه مریضان رو شفا بده افتادگان رو بلند کنه به نام این ایسا شما را به جلسه عبادت پرستشی میلیستیر ایلام زنده خوش آمد میگم باشد که امروز سفره خداوند که سفره قوت و شفا سفره عهدی تازه است ای که دوباره خداوند ما را خوانده که با او عهد بندیم عهدی که احیا میکنه عهدی که قوت میده عهدی که آزاد میکنه عهدی که بارها رو بر میداره عهدی که شادمانی میده عهدی که در اون صلح و سلامتی و برکت و آرامیه به نام این عیسی شما رو به جلسه عبادت پرستشی خوش آمد میگم عزیزانی که ار راه دور هستین برکت خدا با شما باشه آمین که امروز که در روزه روز هستید و آنانی که در روزه هستند آمادن به جهت شرکت در سفره خداوند آمین که امروز مطابق ایمانت خداوند دست بذاره رو همون جایی که تو نیاز داری همون جایی که تو احتیاج به شفا داری و به قدرت خون عیسی و نام عیسی و کلام شهادت حلالویا. امروز بشی از تمامی درد ها از تمام آنچه که تو رو به هم پیچیده و خواب و خوراک رو از تو گرفته به نام عیسی مسیح آنچه که دکترها از او عاجز هستن و نمیدونن چه کار کنن به قدرت نام عیسی امروز هاللویا از سفره شفای خداوند بخوری و بیاشامی و به قدرت نام او هللویا شفای خدا رو دریافت کنیم امروز خداوند ما رو دعوت کرده که در سفره او باشیم سفره سلامتی سفره برکت سفره شادمانی و امنیت ما در سرزمینی داریم زندگی می کنیم که سفره های بسیاری از مردم ما مردم خیلی جمعی هستند، مشارکت رو خیلی دوست دارن و دائم به هر دلیلی دوست دارن که با هم جمع بشن سر سفره ای باشن چیزی با هم بیارن و چیزی بخورن و این چیزی که در واقع در سرزمین ما از دیر باز بوده سفره زیادی در اون وجود سفره های عقد سفره نامزادی، نامزدی شادمانی سفره های ختن سرون سفره که در واقع به جهت سلامتی و شادی و برکت و میمنت در واقع در سرزمین ما از دیر باز بوده سفره عید داشتن سفره جور و باجور که سفره سفرای شادی و سلامتیه اما هرچند امروز سرزمین ما تبدیل شده به سفرهای عزا سفرهای فقر های در واقع بدبختی و مصیبت های گریه و ناله و ماتم هایی که مردم در اون اشک میکارن و بدبختی رو درو میکنن اما خدا رو شکر که در مسیح عیسی ما سفره عزا نداریم سفره بدبختی و مصیبت نداریم سفره ناله و گریه نداریم تمام سفره های خداوند سفره های سلامتی سفره های برکت سفره شفا سفره امنیته هللویا خدا رو شکر برای این عیسی که ما را به سفره شادمانی سفره شفا و برکت و سفره پیوند و سفره عهدی تازه دعوت کرده حتی زمانی که عیسی مسیح مرد و سه روز در قبر بود میبینیم شاگردان از ترس یهود و از ترس دشمنانشان و از ترس اینکه در واقع در این بحران ها قرار گرفتن و از غم از دست دادن خداوندشان در غم ماتم بودن در اون ایام دو سفره قضا داشتن سفره در واقع درد و ماتم داشتن اما در روز سوم میگه ناگاه عیسی در میان ایشان ظاهر شد و گفت شالوم صلح و سلامتی و شادی بر شما باد همشون متعجب شدن چی شده جمع کنی سفره عزاتون رو جمع کنی سفره بدبختی جمع کنی سفره ترستون رو چرا که من زندم من بر قبر و بر مرگ و بر بیماری و بر ترس پیروز شدم هاللویا هاللویا و اونها قوت داشتن که دوباره برند و حرکت کنند به نام عیسی مسیح امروز خداوند ما رو به سر سفره سلامتی و برکت و شادیش دعوت کرده خدا را شد که در ایمان ما سفره عذاب وجود نداره اما هر چی که سفره شادمانی سفره برکت و سفره شفا و سفره آرامیه و ممنونیم از خداوند که امروز ما را به این سفره دعوت کرده که سفره شالومه هاللویا اما میخوام برگردیم به پیغام هفت شاخ اقتدار که مکاشفه باب پنج درباره شیش ای صحبت میکنه که بر سر آن بره بود درباره هفت اقتدار صحبت کردیم شاخها رو معرفی کردیم و اجزانی که دارن پیروی میکنن معایزه ها رو و در این با هم هستیم تمام همه, همه آنچه که اقتدار مال من و شما در مسیح ایسان کلام خدا در بایی صحبت میکنه اگر به من ایمان داشته باشی هللویا میتونی دست بلند کنی آمین بگو من ایمان دارم هللویا من ایمان دارم اگر به من ایمان داشته باشی کارهایی که من کردم هللویا دو حال هللویا یعنی مطابق آن شاخ اقتداری که عیسی داره خدا ما را نه فقط با اون شاخا بلکه مجهزتر و پرقدرت و مضاعفتر ما را میکنه و ما را برکت میده تا بتونیم روی زمین نه فقط برای خودمون بلکه برای دیگران دلیل و قوت باشیم هاللویا و خداوند ما عیسی را جلال بدیم به نام عیسی مسیح امروز همین رو خواهیم داشت وقت شفا خواهیم داشت و برای آنانی که در دردها و ضعف‌هاشون گیر کردن امروز به نام عیسی خداوند اونها رو از دردهاشون رهایی بده درباره هفت شاخ صحبت کردیم اولین شاخ شاخ مرگ بود یا تاناتوس بود دومی شاخ گور یا دنیای مردگان حادث بود سومی شاخ شاخ جهنم و دروازه های اون و گهنم بود چهارمی شاخ شیطان یا دیابولوس بود پنجمی شاخ پن لعنت بود و امروز میخوام راجع به ششمی شاخ صحبت کنم و به نام عیسی مسیح هفته آخر که آخر سال خواهد بود هفته آینده راجع به هف شاخ هفتم با شما صحبت خواهم کرد شفیش 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 شاخی که امروز میخوام با شما دربارش صحبت کنم شاخ بیماری و مرزه این دو رو از هم جدا میکنم چه کتاب مقدس این دو رو از هم جدا کرده و بیماری و مرض رو از هم جدا کرده و دو تا واژه مختلف هم در عهد عتیق هم در عهد جدید براش استفاده میکنه و به همین دلیل میخوام اینها رو مجددا و جداگونه راجع بهش صحبت کنم اما امروز میخوام درباره چگونگی شکسته شدن شاخ بیماری و مرض با شما صحبت کنم قبل اینکه درباره بیماری با شما صحبت کنم میخوام درباره شفا با شما صحبت کنم که شفای خدا چیه و چگونه ما میتونیم شفا رو دریافت کنیم و چگونه میشه قدرت این بیماری رو مرض رو به نام عیسی شکست تا ما ندونیم که قلب خدا و اراده خدا چیه درباره شفا ما نمیتونیم شفا رو بگیریم شفای ایمان میخواد ایمان کلام خداست ایمان لوگوس خداست ایمان قلب خداست ایمان باور این که خدا قلب چیه و افکارش برای من و تو سلامتیه و اگر ما ندونیم که قلب خدا شفاست اگر ما ندونیم قلب خدا سلامتیه اگر من ندونم که خدا برای من و برای ما و برای کلیسای خودش میخواد دائم این وسوسه و ترس در درون من هست که آیا واقعا خدا میخواد منو شفا بده شخصی پیش عیسی عیسی گفت در واقع شفا بیا اگر تو بخوای منو شفا میدی عیسی گفت البته که من میخوام البته که من میخوام البته که من میخوام تو رو شفا بدم و شفا بیاب ایمان تو رو شفا داد و اینکه در واقع خیلی مواقع در میان ما مسیحیان درگیر هستیم درسته بر حال چیزای زیادی درباره الهیات شفا بخوایم بخوا صحبت کنیم بس خیلی زیاد از دلایل زیادی وجود داره اما یک چیز رو میخوام به شما صحبت کنم که هر چیزی که اتفاق بیفته در نهایت خدا خدای دهنده است اگر هزاران نفر بخوان بمیرن باز خدا خدای شفادهنده است اما اینکه چگونه این افراد در واقع هستند ما نمیخوایم دنبال اون دلایل بگردیم امروز میخوام درباره قلب خدا شما با شما صحبت کنم که قلب خدا چیه آیا خیلی مواقع خداوند اگر تو بخوای منو شفا بده اگر تو بخوای میتونی منو شفا بدی خیلی مواقع اینکه در واقع آیا خدا میتونه ما شکی نداریم آیا خدا میتونه شفا بده اگر الان به شما بگم که آیا چند نفر شما باور دارید که خدا میتونه شفا بده همه دستشون میکنند بالا اما سؤال دوم که مطرح میشه که آیا خدا میخواد تو شفا پیدا کنی اون موقع چند نفر دستشون میره بالا پس خیلی از ما در واقع این که خدا میتونه شک نداریم اما اینکه آیا خدا میخواد شک داریم و این شک بی و همین بی ایمانی باعث میشه که ما درگیر بشیم تو جامعه داریم زندگی میکنیم که حتی میان مسیحیان بیماری وجود داره بله درد وجود داره بله مرگ وجود داره بله خیلی چیزها وجود داره اما اینها دربطی به قلب خدا در نهایت نداره در نهایت خدا شفا است او یهوه رافاست و قلب خدا سلامتیه چون کلام خدا داره به ما میگه اینکه چرا حکمت الهیش بعضی مواقع یه جوری دیگه فکر میکنه یه جوری دیگه عمل میکنه ما از اون کلام خدا در تصنیه میگه میگه چیزهای پنهان نزد, نزد, خداست و چیزهای آشکار برای ما چیزهای زیادی هست که در واقع پنهانه و ما نمیدونیم خداوند چرا در واقع به چه حکمتی و چه دلیلی حکمتی ما درش نمیبینیم چون خود خدا و قلب خدا و فکر خدا و حکمت خدا تصمیم میگیره اما یه چیزهایی هست که ما میدونیم و حداقل میخوام درباره اون چیزهایی که ما میدونیم و در اون هیته که خدا بر ما در نظر گرفته حداقل ما این رو در نظر بگیریم چون خیلی مواقع در واقع با این فریب که خدا تو رو رها کرده خدا به فکر تو نیست خدا ناله تو رو میبینه دروغ های شیطان و شیطان و شیطان و شیطان و شیطان, شیطان دایره دروزانه زیاد و زیاد و زیادتر میشه سالی که داخلش هستیم سالی در واقع پر از مرگ بسیار بود اینگاه یه جنگ جهانیه جنگ همه گیر شده اما جنگ بی صدا. جنگ بدون انفجار جنگی که نفس نفسها کم کم گرفته میشه و بعد انتها به مرگ ترس زیادی تو دنیاست اینقدر که مردم سمت روانشناسا دارن میرن به خاطر اینکه بحران های در واقع ترس از کرونا رو در واقع بتونن کنترل کنن کم نیست حتی ایمانداران ایمانداران زیادی هستن که تو این ترس درگیر هستن کلام خدا میگه ما رو ترس نیافتیم ترس از چی؟ ترس از اینکه بمیرن کلام خدا میگه آنانی که رو... که ترس از مرگ داشتن رو آزاد کرد پس چرا آزاد نیست؟ مواظبت میکنی خیلی خوبه دستتو میشوری خیلی خوبه رایت میکنی خیلی خوبه پروتکل ها رایت میکنی خیلی عالیه اما ما نباید بترسیم مسیح بر ترس پیروز شد قدرت ترس شکست شاخ ترس شکست فوبیا را شکست ایمان و ترس ده هم عمل میکنه هر تو ترس میره بالا ایمان میاد پایین هر که ایمان بره بالا ترس میشکنه و اینجاست که در واقع چگونه چج... من خودم رو کمک کنم که بتونیم در ایمانمون بلند بشیم ایمانمون احیا بشه ایمانمون پویا بشه ایمانی که در واقع میگیره ایمانی که اعلام میکنه ایمانی که میگه و منتظره که در واقع دریافت کنه ما در کتاب مقدس درباره شفای زیادی میبینیم شفای جس، روان، شفای روح، شفای رابطه، شفای زمین، شفای آب، شفای مالی و شفای بسیار زیادی اما امروز به طور خاص میخوام درباره خود واژه شفا که از کجا آمده و چه معنی میومده اومده منو تو کمک میکنه وقت وقتی میخوام دستمو دراز بکنم که خداوند به زخمات منو شفا بده ترسی نداشته باشم که آیا خدا میخواد این که میتونه شکی نداریم آیا میخواد شیطان دائم در واقع در این وسوسه داره ایمانداران رو میزنه و داره با این ترس اونا رو فلج میکنه با این تحصیل ایمان های ما رو میشکنه اما به نام ایسا امروز شاخه او بشکنه دنیای مدیا دائم 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 دروغ 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 قلوف قلوف, قلوف, قلوف هر هرچی رو چند برابر کردن خبرنگارها دائم دائم آم هر وقت دلشون میخواد میگن اومد پایین هر وقت دلشون میخواد چند برابر میذارن روش هر وقت دلشون بخواد میگن هیچ مرگ و میری نیست هر وقت دلشون میخواد تمام مرده های گذشته را میاره رای گیری میکنن و به مردم معرفی میکنن و مردم دنیا تو این اخبار تو این امواج دارن میرن و میان ایمان من رو کلام خداست یا روی اینستاگرام یا روی یوتیوب یا روی تلگرام یا روی اخبارهای تلویزیونیه ایمان منو رو و تو روی کلام خدا باید باشه آمین ایمان من و تو روی اون لوگوسی که خدا داره میگه نه این اخباری که داره میره میاد و متاسفانه شیطان داره از این ترس خیلی استفاده میکنه ترس از بیماری ترس از مرگ اما بیایم یه مقدار درباره خود شفا با هم نگاه بکنیم ببینیم قلب خدا چی بوده برای شفا که ما بدونیم که خداوند چه چیزی رو برای من و تو میخواد و استاندارد خدا چیه و ما رو در چه شرایطی خلق کرد و بعد برسیم به اینکه چگونه شیطان داره استفاده میکنه و عیسی چگونه قدرتش شکست آمین وقتی کتاب پیدایش ما نگاه میکنیم شش روز خلقت رو میبینیم که روز تا روز سبت و استراحت و آرامی برای خدا بود اما در پنج روز ابتدا خدا هر آنچه را که آفریده بود و آفرید و دید نیکوس اون ساخت و دید نیکوس آفرید و دید نیکوس و دید نیکوس و دید نیکوس به روز ششم میرسه و روز ششم شروع میکنه که بیایید انسان رو شبیه ما و به صورت ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و خزندگان و همه چیز حکومت کنن و سلطنت کنن اما میخوام کتاب مقدسه باز کنیم و کتاب پیدایش رو مرور بکنیم میخوام یه مقدار درباره استاندارد خدا درباره شفا به شما بگم و بعد بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاد بر سر این شفا و آیه سی یک میگه و خداون هر هر که آفریده بود دید و همانها بسیار نیکو در تمام پنج روز میگه نیکو 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 به انسان که میرسه میگه بسیار نیکو میخوام این دو تا واژه رو برای شما باز کنم دو تا واژه بسیار و نیکو و ببینیم که این از کجا میاد و شروع استاندارد شفا رو اینجا معرفی میکنه باشه که در زبان عبری برای نیکو عنوان شده تحت عنوان توب تی او بی توب که واژه توب به معنی خوب، عالی، پسندیده، شادی افزاد دلپذیر، شیرین، مطلوب، زیبا و خوشایند. این واژه توب. و خداوند دید که انسان خوب، عالی، پسندیده، شادی افزاد دلپذیر، شیرین، مطلوب، زیبا و دل اما واژه‌ای که برای بسیار استفاده شده مهود به معنی سرشار لبریز فراوان زیادتی افزون و لبریز شدن از یک چیزی هر چیزی که لبریز بشه از فراوانی و زیادتی لبریز بشه و جاری بشه به این فعل جاری شدن و لبریز شدن و ریختن در واقع به معنی بسیار اینجا معنی شده اما این دو تا واژه رو میخوام برای شما باز کنم که از کجا داره میاد واژه توب که نیکوست از محبت خدا میاد ما میدونیم خدا خدای محبت خدا خدای فیزه خدا خدای قدوسه، خدا خدای عادله، خدا خدای در خالق خدای رحمت ها و, و و و و, و بسیار چیزهای زیادی است که در ذات خدا و در صفات خدا وجود داره اما این واژه توب و واژه نیکویی و خوبی و دلافزایی از محبت خدا میاد پس خدا زمانی که تصمیم گرفت انسان رو خلق بکنه محبت اومد گفت من میخوام آن چی که میخوام خلق کنم توب عالی بی نظیر و بسیار عالی باشه جهان رو میافرینم عالی میافرینم اما برای انسان بسیار عالی میخوام اون رو بیافرینم و واژه فراوانی یا مهود به معنی زیادتی از فیض خدا میاد پس دو تا ذات خدا محبت و فیض خدا با هم دارن دست به یکی میکنن در خلقت خدا که از یک طرف محبت بهتر اینها را میده از یک طرف فیض بسیار زیاد و فراوان میده واژه فیض از ریشه کلمه افاظه میاد که افاظه به معنی جاری شدنه جاری شدن و جریان داشتن یک آبشار میاد و جاری میشه و جاری میشه و دائم پیوسته جاری میشه و جالب واژه مهود که اینجا میخوام در صحبت کنم از کلمه اود میاد که به معنی چرخیدن تکرار شدن دوباره یک چیزی برگشتن سر جاشت یعنی فیض خدا دائم جاری میشه دائم سرازیر میشه دائم میچرخه و پیوسته و همیشگیه. پس محبت یک چیز نیکویی رو خلق میکنه فیض او را در حد عالی و فراوانی بهش عطا میکنه فقط یک چیز عالی رو رها نمیکنه بلکه دائم میخواد که این بچرخه دائم گرداگردش بچرخه نیکویی بچرخه برکت بچرخه ره رحمت بچرخه تکرار 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 و تکرار چرا که خدا خداییه همیشگی و ابدیه و افکار او برای ما همیشه سلامتیه آمین کلام خدا میگه خدا نیکوست آمین و همه این نیکوی های خدا از محبت خدا میاد آمین محبتی که رو به سوی دیگری داره یعنی به سوی نیکوییه وقتی کلام خدا رو نگاه میکنیم در اول قرانتی ها باب 13 درباره محبت صحبت میکنه محبت مهربانه فرق محبت و مهربانی چیه؟ محبت انگیزه رو نشون میده، مهربانی عمل کرده نشون میده و خدای محبت در عمل مهربانیش نشون میده و مهربانی یعنی نیکویی کردن امروز خدا را شکر که در این سرزمین ما مردمی هستند که هنوز دلشون برای فقرا برای بدبختها و برای مصیبت زده ها است تخت عنوان دیوار مهربانی نان مهربانی سفره مهربانی در واقع هر چیزی لباس مهربانی و این مهربانی یعنی چی یعنی نیکویی 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 و نیکویی کردن و نیکویی ها همه از محبت خدا میاد محبت مهربان است محبت نیکوس محبت نیکویی عمل میکند آمین و نه فقط نیکو عمل میکند دائم نیکویی را تکرار میکند و تکرار میکند و تکرار میکند و تکرار میکند و, می و به همین دلیل میگه بسیار نیکو بود یعنی دائم نیکو بود تکرار نیکویی تکرار خوبی تکرار توب و همه چیز که در واقع در استاندارد و دلفزایی و نیکوییه و خدا نه فقط محبت و نیکوس بلکه خدای رحمته و آن را به فراوانی میده پولو سر سالاتش داره صحبت میکنه میگه کیست که تواند طول و عرض عمق و ارتفاع محبت خدا رو تفحص کند یعنی بسیاره یعنی فراوانه یعنی تو نمیتونی بشماریش و تا میای اولی رو بشماری دومی تکرار شده و سومی و چهارمی و پنجمی و همینطور میره جلو اما کلام خدا میگه بیایم این انسان را شبیه ما بسازیم و به صورت ما بسازیم دو تا واژه‌ای که قبلا راجع بهش صحبت کردم اما ممکن زنی باشن که به جمع پیوستن اما مهم نیست وقتی میخوایم الهیات شفا رو باز کنیم خوبه که همه چی رو بررسی کنیم انسان را شبیه ما و به صورت ما بسازیم واژه شبیه یعنی عمل کننده همچون من و به صورت یعنی هم کننده و نشان دهنده شخصیت و ذات من و خدای انسان رو در سه بد روح و روان و جسم آفرید انسان سه بعدی که این سه تا بعد در یک اشتراک با هم دیگه هستن روح آدمی روان آدمی و جسم آدمی که خود روان آدمی مجموعی از فکر و احساس و اراده است که در مجموع میگیم قلب انسان افکار انسان انگیزه های انسان پس خدا در واقع داره درباره این داره با ما صحبت میکنه اما ببینیم که چه اتفاقی میافته. وقتی کتاب مقدس نگاه میکنی میبینیم که درباره شیطان داره صحبت میکنه که مار که از همه حیوانات صحرا هوشیارتر بود روزی میاد خب خود انسانی رو خلق کرده به صورت خودش به شباهت خودش تصویری از خودش از نظر شخصیت از نظر عمل کردی و او رو عالی و بی‌نظیر توب آفریده عالی و به فراوانی فیض و محبت رو بر او ریخته و دائم داره در واقع در این میخواد زندگی بکنه و در واقع شیطانی که در واقع تمامی این فیض و رحمت و جایگاه رو از دست داده به سراغ انسان داره میاد و خوب گوش کنید این نمیخوام راجع به سقوط انسان بخوام صحبت کنم میخوام فکری رو که در ذهن شیطان بود به جهت اینکه چگونه این نیکویی خدا رو بزنه تمام هدف شیطان این بود که این توب خدا این نیکوی خدا رو بتونه بزنه و چون که حداقل زمین در اختیار زمین انسان بود اگر من بتونم نیکویی های انسان رو بزنم نیکویی در روح نیکویی در روان نیکویی در جسم یعنی در هر چیز به فراوانی و به زیادتی و در عالی ترین شرایط خدا درباره این داره صحبت میکنه و شیطان در واقع اگر میگه که اگر من بتونم تو به او رو بزنم اگر بتونم نیکویی رو بزنم تبدیل میشه به بدی اما چگونه این کار رو انجام بدم اینو دیگه میدونید معلمینتون به شما گفتن و از این زیاد گفتن مبشرین زیاد گفتن نمیخوام درباره این صحبت کنم که دیالوگ بین اینها چی بود فقط میخوام واقعه رو به شما بگم و اتفاقی که افتاد افکار این مار افکار این شیطان افکار این دیابولوس این بود که نیکویی های خدا رو بزنه وقتی نیکویی های خدا رو بخواد بزنه چه اتفاقی میفته نقطه مقابل او ما داریم بدی شرارت و هر چیزی که در واقع تلخه به هم ریخته است نافرم دلپسند نیست خوش نیست و در واقع تهوع اگر ضد واژه های توپ رو ما بخوایم بررسی کنیم دقیقا همه چیش در واقع چندش آور و بد خواهد بود و متاسفانه این اتفاق میفته و بیماری از اینجا وارد جهان میشه اما قلب خدا قلبیه که هنوز برای این می تپه که انسان در این جایگاه قرار بگیره وقتی اشیا 53 رو من نگاه میکنیم ببینیم که اونجا درباره این صحبت چی میکنه اشیا 53 رو باز کنید لطفاً یه نبوتی درباره ماشیه درباره اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد او که خواهد اومد از آیه چار برای شما میخوام بخونم لیکن او غمهای ما رو بر خود گرفت و دردهای ما رو بر هم نمود و ما رو از جانب خدا زحمت کشیده و مذهوب و مبتلا گمان بردیم و حالانکه که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیر به سلامتی ما بر بی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم آمین آیه چهار و پنج انسانی که در واقع سه تا تو از دست داده نیکوی روح و نیکوی روان و نیکوی جسم یعنی نه سلامت داره نه هیچ کدوم از اینها درست کار نمیکنه. واژه نیکو بعدا ما میبینیم در عهد جدید برای شفا استفاده میشه وقتی مرقس باب 16 رو نگاه میکنیم آخرین آیه درباره این صحبت میکنه میگه دست بر مریضان بگذارید و ایشان شفا بیابن واژه شفا که اینجا استفاده میکنه دقیقا اومده از همین واژه ابری استفاده میکنه در صورتی که باید به زبان لاتینی استفاده بشه یا به زبان یونانی استفاده بشه اما گوینده دقیقا داره همون اصطلاحی رو استفاده میکنه توب که دقیقا در ابتدای خلقت به نام نیکو او رو استفاده کرده و نیامده حتی تبدیلش بکنه به یک زبان دیگه که زبان رایج اون زمان بود و به همین دلیل عمدن میخواد رفرنس بده به کجا برگردونه به کجا ارجا بده به کجا به نیکوی خدا که خدا نیکوه پس چرا شفا و نیکویی تو کتاب مقدس یک معنی به خودشون میخوان بدن البته واژهای دیگه هم ما برای شفا داریم تحت عنوان سوزو که شفای ابعاد مختلفی است نمیخوام درباره صحبت کنم در زبان یونانی اما اینجا میخوام بگم که چرا زبان عبری رو در ادبیات یهودی در زبان یونانی استفاده کرده چون که داره مرجع میده داره برمیگردونه پس شفا و نیکویی یکیه برای خدا وقتی یک چیز رو خلق میکنه و خوب کار میکنه و خوب عمل میکنه و در جایگاه درست هست شما تصور کنین یک کلیه یه وظایفی داره یه اسمی داره یه وظایفی داره و وظیفه کاری که قرار انجام بده فیلتر کردن از خون و آب و املاح و خیلی چیزهای دیگه قلب یه مایت هست یه وظیفه ای داره کبد یه وظیفه ای داره یه اس داره و یه وظیفه داره و عمل داره و وقتی که سالمه همه چیز رو مطابق اسمش درست انجام میده وقتی بیمار میشه اون چیزهایی رو که در واقع ما میبینیم در واقع درست انجام نمیده تحت عنوان بیماری بهش میگن وقتی کم کار کنه میگن بیماره وقتی خیلی دیگه کار نکنه بهش میگن خیلی بیماره پس میبینیم در واقع درست کار کردن با نیکویی و درست کار نکردن با مریضی رابطه پیدا میکنن پس هر چیزی که خوب و سر جای خودش درست کار میکنه در واقع بیماره و هر چیزی که درست کار میکنه نیکوس و شفا داره و این نه فقط درباره در واقع شفای جسم ماست بلکه برای روابط یه رابطه وقتی خوب کار میکنه در شفاست این رابطه خوب جواب نده بیماره وضعیت اقتصادی بالی خوب کار بکنه در شفاست خوب کار نکنه درمت نیست و در بیماری انگار پس بیماری فقط به معنی جسمانی و روحانی نیست حتی رابطه ها میتونه بیمار باشه زمین میتونه بیمار باشه هوا میتونه بیمار باشه آب میتونه بیمار باشه رابطه ها و وضعیت جور با جور میتونه بیمار باشه اما خدای شفا دهنده خدایی که برای همه اینها قلب شفا داره آمین اما ایمان من رو تا رو طلب میکنه مطابق ایمان من رو تو شفا درسته از قلب خدا میرون میاد اما یه انتخاب شخصی منو توست که آیا من میخوام و اگر میخوام چگونه میتونم این شفا رو دریافت کنم من چگونه میتونم این وعده رو دریافت کنم من چگونه میتونم این آنچه که خدا گفته مال من بشه اما چیزی که داره اینجا اتفاق میفته سه تا واژه رو عنوان میکنه میگه او های ما رو بر خود گرفت غم مربوط به کجاست روان ما روان غمگین روان افسرده روان ناامید روان درمانده روانی که در ترس در زندگی میکنه روان ناامید روان معیوس روانی که در واقع در فکرها و نگرانیها داره دست پنجه نرم میکنه در رو... نگرانی های زندگی مالی کاری آینده و خیلی چیزهای دیگه و کلام خدا میگه روی صلیب عیسی برای گناهان ما او غمهای ما رو برداشت پس روی صلیب سه کار انجام داد یک او غمهای ما رو برداشت هاللویا یعنی دوباره میخواد که خداوند که افکار ما قلب ما روان ما فکر ما احساس ما و اراده ما توپ دوباره تو سلامتی قرار بگیره آمین او های ما رو بر گرفت و دردهای ما رو برخیش هم کرد و ما او رو از جانب خدا آسیب دیده مذوب شده و مبتلا گمان بردیم حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح شد تقصیر یعنی گناه اشتباه خطا گناه پس گناه ما باعث شد که روح ما سقوط کنه روح ما از اون توپ بیاد بیرون و کتاب مقدس داره میگه که روی صلیب عیسی تقصیرهای ما گناههای ما که روی روح ما تاثیر میذاره و روح ما رو از اون حالت تو بیرون میاره میگه اونو هم برداشت پس یک قمهای ما رو که به روان ما مربوطه دو گناههای ما رو که به روح ما سقوط کرد افتاد در تاریکی شد او رو برداشت و سه و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم آمین هاللویا این مربوط به جسم ماست پس انسانی که روح داره روان داره و جسد داره مسیر روی صلیب کارش کامل بود یه شفای کامل بود بعضی مواقع میگن بله عیسی نجات نهنده است، در باره ایسا ایسا دهنده است اما درباره شفادهندگی هندگی عیسی شک داریم عیسی شفادهنده است اما درباره اینکه اون غم ما رو بر خودش گرفت شک داریم آیا واقعا میتونه اون نگرانی های من رو برداره اما کتاب مقدس داره به من تو داره میگه به هر جوری نگاه کنیم انجیلی نگاه کنیم هر فرقه ای نگاه بکنیم پنتیکاسی نگاه بکنیم با هر نگاهی بخوایم نگاه کنیم عیسی روی صلیب هر سه رو برداشت آمین و کلام خدا میگه شفا یافتیم فعلی که داره استفاده میکنه نمیگه شفا خواهیم یافت که یه وعده باشه میگه شفا یافتیم یعنی این شفا مال من و شماست پس چرا من شفا نمیگیرم مطابق ایمانت شفا اتومات نمیاد همینطور که نجات اتومات نمیاد نجات رو باید دریافت کنی عیسی رو باید دریافت کنی میگه عیسی پشت قلب تو ایستاده و میکوبه اگر باز کنی وارد میشه وگرنه همه مردم دنیا نجات نمییابند آیا نجات تو دنیا هست بله خدا جهانیان محبت نمود بله خدا یگان پسرش رو به جهان فرستاد بله اما یا همه نجات بده کن نه چرا چون همه در باز نمیکنن اما تو باز کردی آمین و باشه که بنام مسیح اهل خانواده تو باز کنن ای مسی غم های ما رو برداشت بله اما پس رو نگرانی هست بله نگرانی ها میاد نگرانی های خدا به من بسپارید من بر اونها پیروز شدم من برای دنیا پیروز شدم ما احتیاج با ایمان خب نگرانی چی بله تو دنیا پر از نگرانیه کیه که نگران نشه نگرانی های مالی نگرانی های خانوادگی نگرانی جسمی روحی روانی همه چیز بچه آینده نوه گذشته همه چیز میتونه بیا زخم ها مصیبت ها درد ها ها که به زندگی ما با... همه اینها در واقع میتونه شخصو غمگین کنه اما کلام خدا میگه عیسی روی صلیب نه فقط ما رو نجات داد از محکومیت جهنم نجات داد بلکه او غم های ما رو بر خود گرفت آمین من بعد بدونم بحران میاد اوکی کلام خدا درباره این مورد چی میگه فرق میاد کلام خدا درباره این چی میگه دعوا اتفاق افتاده کلام خدا چی میگه یه جنگ بر ضد تو شده جنگ روحانی کلام خدا درباره تو چی میگه کلام این که در واقع تو آرامی میده لوگوسی که تو آرامی میده لوگوس خداست که ایمان تو و تو اعلام میکنی خداوند در این زمان من احتیاج دارم بارها کتاب مقدس میبینیم میگه حزقیای پادشاه از تهدید شده و ترسی او رو فرا گرفته که انقریب دشمن میاد او رو محاسبه میکنه و بهش خبر میدن که اومدن شما رو بکشن داره میگه خداوند ما در مقابل لشکر عظیم نه قوت داریم نه توان داریم نه نیرو داریم اما چشمان ما به سوی توست خب کلام خدا چی داره میگه میگه اوکی قوت نداری اوکی حکمت نداری اوکی نمیدونی چیکار کنی اوکی وکیل نداری اوکی دکتران نمیدونی نمی چی بهت میگن اوکی اما چشمان من به سوی توست ای خداوند اینجاست که ایمان من باید یه واکنشی نشون بده ایمان ما باید یه حرکت نشون بده ایمان ما باید بگی که او که در این روز سخت بحران هست بله چیه که میگه بحران نیست هر کس بخواد بگی دروغ گفته بحران هست ضعف هست مشار... مشار... شرارت ها وجود داره اما کلام خدا برای تو چی میگه منو تو باید کتاب مقدس و باشیم که خدا چی میخواد از ما و این چی به ما میگه و درباره جسمم همینو داره میگه که از زخم های او ما شفا یافتیم بعد هم تو عهد جدید درباره نانی که مسیح تقسیم میکنه این نان بدن منه که برای شما تکه میشه که سمبولی از اون پیشگویی نبوت های که زخمی بدن او مذروب صورت او را جمالی نیست وقتی ما نگاه میکنیم عیسی به عنوان برای قربانی برای پسه تمام وجود خاصیتش کلام خدا میگه تمامی بر را بخورید تا صبح هیچ چیشو نذارید چشمشو بخورید گوششو بخورید زبانشو بخورید دلشو بخورید جگرشو بخورید رو بخورید گوشتشو بخورید دندههاشو بخورید کلیه‌اشو بخورید هر چی که این گوسفند داره میگه بخورید چرا این نان سمبل بدن منه بخورید وقتی نان رو تکه میکنی برای اونی که مشکل چشم داره انگار اون تکه نان همچون چشمیه که از اون برای قربانی عیسی داره میخوره و برای چشم تو شفاست کسی که مشکل کلیه داره اون تکه نانی که داره میخوره سمبل کلیه ای ایساست که از تو شفا داری وقتی اون تکه نان رو داره میخونه کسی مشکل پوستی داره و آلرژی داره اون سمبول شفای ایساس که بر زخم های جان او اومد وقتی او تیکه نان رو داره میخونه کسی که مشکل کبد داره یا چربی کبد یا نارسایی کبد یا هپاتیت داره این سمبل شفای کبد ایساس برای کسی که مشکل آرتروز یا هر چیزی که داری وقتی نانو داره که میکنی سمبولی دقیقا از همون قسمت این برای قربانی پسه که خداوند به جهت شفای تو داره اونو تقسیم میکنه پس ما وارد یک مراسم نمیشیم بلکه یک ایمان رو داریم اعلام میکنیم مسیح میگه این بدن منه که برای شما بدن من یعنی چی؟ یعنی تمامی بدن من بدن من پوست من نیست بدن من فرق سرم تا نوک پام گوش و چشم و زبان و پوست و درون و بیرون همه و همه بدن من تمام بادی تمام جسم تمام آنچه که جسمه تمامی که آنچه که از خاک ساخته شده بود که کلام خودم میگه انسان از خاک آسرش تمامی این بدن همه و همه تمام درونش و بیرونش مسیح میگه نان تمام بدن منه حتی روده منه حتی معده منه،, منه حتی کبد منه حتی خون منه همه و همه اینها تمام بافت بدن عیسی این نان سمبل اونه اما دشمنی شیطان با انسان سر چی بود انسان که به او کاری نکرده بود که بخواد اذیتش بکنه که بخواد با او دشمنی بکنه دشمنی شیطان با انسان سر خود بود نه سر انسان سر یه حسادت بود کلام خدا داره به ما میگه که آیا نمیدانید که شما معبد رو هستید و اگر به بدن آسیب برسونید به معبد آسیب رسوندید به هر کس معبد رو خراب کنه خدا او رو خراب میکنه چرا پولس داره میگه من و تو معبدیم چرا من و تو در واقع اون چیزی هستیم که روح خدا در ما ساکنه چرا از این اصطلاح داره استفاده میکنه وقتی این نگاه میکنیم برمیگردیم به یک باغ عدن دو کتاب خروج باغ عدن گفتیم انسان رو خلق میکنه و خدا در انسان با انسان بر انسان هر سه فرمت رو داشت اما وقتی نگاه میکنیم خدا به موسی میگه که معبدی بساز که ابتدا خیمه بود و بعد توسط موسی تبدیل به یک معبد ساکن شد این معبد سه قسمت داشت میخوام این وری برای شما بکشم که برای شما قابل تصور باشه یک دو و سه همینطور که انسان سه بعد داره معبد هم سه بعد داشت به همین دلیل پولس داره سمبولیک معبد رو با جسم ما مقایسه میکنه اما ببینیم در این سه تا چه اتفاقی افتاد و در بدن ما چه اتفاقی افته؟ و روح خدا چگونه در ما ساکنه یک روح خدا در تمامی معبد بود بله اما یک جایی هم داریم در قدس الاغداس میبینیم که یه اتفاق خاصی داره میافته اما ببینیم چه اتفاق میفته در قسمت اول یه حیات بود که حیات تمامی این معبد را فرا میگرفت اما قسمت جلویش رو بهش میگفتن سهم که یه ورودی داشت و این ورودی در واقع یه قربانگاه بود و برای این قربانگاه چهار تا شاه بود و بر اونجا قربانی ها رو میگذروندن و بعد در اونجا ما میبینیم که در واقع یک حوز برنجین بود که آب بود به جهت شستن این سمبول بدن ماست آنچه که قابل دیدنه آنچه که در واقع بود جسمانیه در معبد همه می اومدن در معبد همه مردم همدیگر رو می دیدن. در بود جسم همدیگر رو ملاقات می کردن. و کاملا در بود جسم رفت آمد می کردن. و اتفاقی که می خواد بیافته اینجا اینه که کلام خدا میگه که ما به واسطه این قربانی عیسی هللویا اجازه داریم در حضور خدا ساکن بشیم آمین و به خون عیسی نه فقط شسته شدیم بلکه به آب که سمبولی از روح القدس ما پاک شدیم پس در واقع اینجا ما تولد تازه رو داریم میبینیم به واسطه خون عیسی و به واسطه آب روح القدس ما اینجا میبینیم نجات و تولد تازه انجام میشه پس ما اجازه داریم در خانه خدا ساکن باشیم پس در حیات خدا میتونیم ساکن باشیم پس ما میتونیم در خانه خداوند ساکن باشیم یک چیز را در همیشه طلب میکنم که همواره تمام عمرم در ایام عمرم در خانه خدا ساکن باشم آمین دو قسمت دوم میبینیم که در واقع قدسه که در این قدس یک میز بود که دوازده نان بود که روزانه باید عوض میشد و یه شمدان بود هفت شاخه که این هفت شاخه در درونش روغن بود که سوخته میشد که اینها از جنس طلا بود و یک بخور بود ظرف بخور بود که به جهت پرستش استفاده میشد این سمبل روان ماست که کلام خدا در واقع تو صحبت میکنه ببینیم چه اتفاق میفته روی روان من الان اون شمدان سمبلی از منه و سمبلی از توست اون روغن سمبولی از روح القدس و مسیه که در ماست و اون نوری که بیرون میاد قرار کار روح قدوس خداوند در من و شما ایسا را همچون نوری که نور جهانه به جهان معرفی کنه هرچند این خود نور سمبل کلام خدا هم هست که برای ما نوره اما ایسا هم کلام خداست ایسا هم لوگست خداست پس ایسا رو در واقع در معرفی میکنه و این نان خودش سمبل کتاب مقدسه سمبل کلام خداست که ما روزانه باید اون رو بخوریم پس خدا میخواد که کلام خدا رو بخونیم مطالعه کنیم و بخوریم کلام باید خورده بشه انسان میشه شبیه آنچی که میخوره و هرچی بیشتر از کلام بخوری بیشتر شبیه کلام میشی کلام ایمان تولید میکنه ایمان از شنیدن شنیدن از کلام خداست کلام رو که میخوری و میشنوی تو رو به کلام تبدیل میکنه تو خودت میشی یک لوگوس تو خودت تبدیل میشی به یه لوگوس تو که تبدیل میشی به یه ایمان و آنچه که از دهان تو بیرون میاد ایمان توست و این ایمانه که قرار شفا بیاره و این ایمان قرار کاری عظیم انجام بده آمین و از اون برم قرار کاری که روح خود دوست خدا در من ما انجام میده اینه که کلام قابل دیدن بشه کلام لوگوس ایسا ایسا دیده بشه مردم از کجا میفهمن که ما مسیح هستیم از ایسایی که در من و شما میتونم ببینن ما پرفکت نیستیم ما کامل نیستیم ما بینقص نیستیم اما داریم در کاملیت پیش میریم ما داریم در در واقع تب... تبدیل شدن به شباهت عیسی داریم پیش میریم آمین اما قسمت سوم سو که در واقع قدس الاغداس بود که صندوق عهد خدا بود که در درونش مننا بود در درونش ده فرمان بود و اصای هارون که شکوفه زده بود و کلام خدا میگه که خود ما صندوق عهد خدا هستیم که اینجا سمبال روح ماست روح ما با خدا عهد میبنده روح ما در حضور خدا روح القدس در روح ما ساکن میشه پس اگر بخوایم نگاه بکنیم زندگی ما این گونه شروع میشه برای شریعت ابتدا باید می از حیات میرفتن به قدس از قدس میرفتن به قدس الاغداس با مراسم های خیلی خاص که اون هم یک نفر و اون هم کاهن اعظم در سال یک بار اما برای من و تو در مسیح ایسا این گونه هستیم که ما از اینجا باید شروع کنیم به این صورت که در واقع ما روح خدا که در ما ساکنه آمین از اونجا کلام خدا برای ما مکشوف میشه نور مسیح بر ما توان میشه و ما میتونیم تو دنیا یعنی تو حیات بین مردم بریم به مردم بتونیم چیزی برای دادن داشته باشیم حالا خوب گوش کنیم شما تصور بکن که خدا داره معبدی رو میسازه که قرار در اون ساکن باشه و اتفاقی که میفته اینه که شیطان دقیقا همینو میخواد خراب کنه حمله به معبد میدونه روح تو رو نمیتونه بکشه چون از جنس روح خداست اما میتونه این حیات رو و میتونه این قدس رو خراب کنه یعنی بیماری های روانی و بیماری های جسمی تمام اینها رو وقتی ما نگاه میکنیم حمله شیطان اینه که چگونه من بتونم تمام آن سه تا توب خدا رو یعنی توبی که بر روحه، توبی که بر روانه و توبی که بر جسمه رو بزنم و بشکنم و خراب کنم اما خدا دوباره به جهت بازگشت ما معبدی میسازه که گفتم سمبالی از ماست ما که ما رو دوباره برگردونه و روی صلیب عیسی مسیح شاخ بیماری رو میشکنه هللویا کلام خدا درباره صحبت میکنه بریم به اعمال باب ده های سیاهش ببینیم اونجا چی میگه میگه عیسی ناصری را که خدا او را چگونه به روح القدس و قوت مس نمود که او سیر کرده و اعمال نیکو اعمال نیکو اعمال توب اعمال عالی اعمال پسندیده اعمال عالی خب چه کار میکرد؟ نون میداد آب میداد شغل میداد پول میداد چی میداد کار نیکو کار خیریه انجام میداد چه کارش انجام میداد؟ عیسی خیلی کار انجام میده اما اینجا چی میگه میگه اعمال نیکو انجام میداد اعمال توب انجام میداد اعمال تو یعنی خدا گفت توب بشود خدا گفت بشود خدا گفت بشود خدا گفت بشود حالا عیسی اومده اعمال نیکو و عیسی آمده اعمال نیکو توب انجام بده یعنی اعمال شفا انجام بده اعمال عالی انجام بده اعمال بی‌نظیر انجام بده اعمال سلامتی انجام بده اعمال شالوم انجام بده هللویا و چیکار میکنه و همه مقهورین ابلیس را شفا میبخشید آها آمین عیسی همه کار انجام میداد این وری و میره چرا فقط اعمال ابلیس را اومده باطل کنه و مقهورین ابلیس اونهایی که در واقع مورد شکست خورده آسیب خورده مغلوب شده آزار خورده و زیر شکنجه شیطان هستن و زیر درد شیطان هستن اومده اونها رو شفا بده هللویا آمین که اومده شفا بده و عیسی مسیح روی صلیب شاخ بیماری رو شکست هللویا تا من و تو امروز همین کار رو انجام بدیم به همین دلیل وقتی اومد تمام پیغامه در واقع انجیل چیه میگه برید موعظه کنید به پادشاهی خدا خب پادشاهی خدا چیه توبه و بازگشت کنیم خب بازگشت کنیم کجا برگردیم کجا هللویا مردم از کجا بفهمن وقتی بهشون میگیم که بیا بریم به پادشاهی خدا میگه پادشاهی چیه پادشاهی کیلو چنده تو میدونی بعد من درد های من مصیبت های من چیه که داره میگه به یا به پادشاهی خدا امروز وقتی مردم میخوان جا پادشاهی صحبت کنی جبهه میگیرن راجع خدا صحبت میکنی جبه می گیرن. می کنی جبهه میگیرن وقتی میخوای باشون استدعا کنی باید جبهه میگیرن میگه بابا کدام اینا کم حرفه در واقع مردم دارن به بی خدایی دارن میرن در واقع متاسفانه شیطان مردم را مقصد مردم سرزمین ما رو که دیگه لعنت و نفرین و همه چی دیگه به قول اعتقاداتشون بمانه به کلن به وجود خدا شک دارن کدام خدا کدام ایمان کدام شخص و ما میخوام با منطق بگیم آره عیسی اینطوریه میگه کدام عیسی من که چیزی از عیسی ندیدم آره خوب میشه به هر مهم نیست زمینه تو از دست بدی مهم نیست جان تو از دست بدی ابدیت تو بد میدم میگه بابا برو با 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 ما امروز گرسنم بدبختم درماندم تو هم بعدی راجع به ابدیت با ما کو کدام ابدیت وقتی خدایی رو قبول ندارم ابدیتش هم قبول ندارم همه رو با هم رد کردن اینجا که کلام خدا میگه میگه برید و مریضان را شفا بدید وقتی میگه مریضان را شفا بدید چی؟ یعنی اونهایی که از نظر فکری روانی آسیب خوردن باور ندارن چگونه این را شفا پیدا کنن با چیزهایی که دیدن داغون شدن با چیزهایی که دیدن روانی شدن با دروغهایی که شنیدن ناامید شدن با زخمایی که خوردن روانشون داغون شده برید و مریضان ایشان را شفا بدید و دیوها رو اخراج کنید آها چه ربطی داره مریض شفا بده دیو رو اخراج کنید چون این دوتا با هم رابطه دارن هر جایی که دیو هست حتما بیماری هست هر جایی که قدرت تاریکی هست حتما بیماری هست هر جایی که دیوها هستن حتما لعنتی هست هر جا که دیوا هستن حتما فقری است هر که دیوا هستن حتما شرارتی است هر جا که هستن اونها نمیرن جایی مگر اینکه دوز نمیره جایی که مگه اینکه بخواد چیزی رو بدوزه، بکشه حلا کنه و نابود کنه و به همین دلیل میرن هر وقت بعضی مواقع افراد دارن میگن که آره این به من حمله کرد به من حمله کرد این کار کرد میگم اوکی 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 که زیاد چلوغش نکن فقط یه سوال تو چی داری که به تو حمله کرده حتما یه چیزی مو در خودمان داری حتما یه چیز نیکویی در خودمان داری حتما یه مسی قوتی دعوتی خواندگی نیکویی دستی مهری از خدا روی تو هست که شیطان اومده پس امین که می... ناراحت هستی که چرا اومده خبر بده اما یه خبر خوبم اینه که تو حتما یه چیزی داری چون که اینه که یا بدوزه و بکش علاق کنه پس حتما چیز نیکویی خداوند در تو گذاشته هر جا رفته اعمال نیکو به جا می آورد و مقهورین ابلیس را شفا می بخشید زیرا خدا با وی بود آها زیرا خدا با وی بود زیرا خدا با وی بود یعنی عیسی و خدا با هم یک را داشتن انجام میدادن بله یعنی با هم تصمیم میگرفتن یه کاری انجام بدن بله اوکی پس ما چرا ما فکر میکردیم خدا میخواسته ما مریض باشیم چرا فکر میکردیم بیماری از خداست و چرا ما فکر می کردیم که هرچی بدی و شرارت از خداست آره خدا میخواد ما رو بدبخت کرده که ایمان ما رو امتحان کنه ما رو آزمایش کنه هرچی بدی و شرارت گردن خداست یه دروغی که شیطان به من و شما میگه خدا با عیسی بود یعنی قلب خدا با قلب عیسی یکی بود برای شفا پس اگر یک سوال اینه آیا خدا میتونه بله آیا خدا میخواد آمین که میخواد خدا با وی بود پدر با عیسی بود دوتاشو با هم تصمیم گرفتن عیسی میگه من کاری را انجام نمیدن مگر اراده پدر رو من انجام بدم آنچه که پدرم ببینه من انجام میدم یعنی چی عیسی در باد روح میبینه پدرش اومده اینو شفا میده و بعد عیسی میره همون کاری رو میکنه که در باد روح دیده پدرش میخواد انجام بده آمین و ما, ما دائم داریم میبینیم که در واقع رابطه مستقیمی بین دیوها و بیماری اینو فراموش نکنید قاطی نکنید ممکنه بعضی موقع یه معجزه کوتاه گوش کنید دقت نکنید یا تیکه های اولش رو گوش نکردید تیکای بعدش رو گوش نکردید و بعد میگه نفهمیدم این چی شد این, این, این چطوری شد خب طبیعیه یه تیکه از یک موعظه رو نمیشه به حال کامل متوجه شد که در واقع چی میخواد بگه من یک کاملش رو گوش کنید اما نمیخوام سو تفهم به وجود بیاد که هر بیماری از دیوه؟ نه آیا هر بیماری از دنیا تاریک نه آیا هر بیماری پشت شیطانش نه دلایل زیادی وجود داره یازده دلیل وجود داره که یک ایماندار بیمار میشه یازده تا دلیل یکیش یک حمله دیو پس میتونه ده تا دیگه دلیل داشته باشه که دلیل شیطان نباشه اما ما داریم درباره اون دلیلی که شیطان داره بیماری میده و کلام خدا میگه عیسی و من شاخ بیماری رو شکست آمین و من و تو رو اقتدار بخشیده در مرقس باب 16 درباره این صحبت میکنه میگه آیات همراه ایمانداران خواهد بود امین پس من و تو ایمان داریم امین ای آیات همراه ما خواهد بود امین نشانه همراه خواهد ما بود امین این قوت همراه ما خواهد بود امین که چیکار کنیم به زبان های تازه صحبت میکنید اگه زهر قاتل بخوری نخواهی مرد مارها رو گرفته به تو آسیبی نخواهد رسید دست بر مریضان بذاری شفا بیاد نمیخوام راجع به خدمت شفا صحبت کنم ولی حداقل شفا رو برای خودت بگیر آیا همه ایمانداران میتونن شفا رو جاری کنن؟ مرقس اینه میگه رسولان هم همین کارو میکردن پدران کلیسا هم همین میکردن پس چرا نمیکنن؟ برمیگرده به باور من و ایمان من که نگاه من درباره شفا چیه خب اگر نشد به من و تو ربطی نداره وظیفه من و تو اینه جالبه که دکترها وقتی میری پیششون میگه دکتر چی میشه میگه ما عملمون رو کردیم اما به خدا اعتماد کن پرست داره میپرسی چی شد میگه همه چی ظاهرا انجام شده اما به خدا اعتماد کن ما وظیفمون اینه که مثل یک پزشک چه خودمون میریم سهممون انجام میدیم و به خدا اعتماد میکنیم چه برای دیگران دعا میکنیم به خدا اعتماد میکنیم وظیفه ما نیست که شفا چه خواهد شد باور منو تو میگه که به زخمای ایسا خودم و اون شفا یار رفته. و بعد برای مردم ما در این شفا آماده کنیم افکتشون و احساسشون و اون باورشون رو بلند کنیم خیلی مهمه که اول ایمان افراد و باور افراد بلند بشه درباره شفا به همین دلیل درم در الهیات شفا میگم که شفا از کجا داره میاد قلب خدا اینه که ما رو به نیکویی به خودش برگردونه به تو به خودش برگردن خب یک روز جسمای ما میمیره جالبه داشتم سالهای خیلی پیش که کتاب مقدس شروع کرده بودم خوندن رسیده بودم به یه قسمتی از کتاب مقدس صحبت از اینه که وقتی عیسی برمیگرده ابتدا اونهانی که در مسیح خابیدهند و مردگان برمیخیزند و با عیسی در آسمان ملاقات خواهند کرد و بعد آنانی که زنده هستند مثل من و شما الان با بدنهای تبدیل شده عیسی را ملاقات خواهیم کرد گفتم خب یعنی چی ما که زنده هستیم و میتونم درک بکنم خب میتونیم بدن جلال یافته مثل بدن عیسی پیدا کنیم و در آسمان رو ملاقات کنیم اما برای اونی که پودر شده استخونش پوسیده شده برای اونی که در واقع سوخته شده اونی که تو در دریا غرق شده و مرده بوده ایمان داره و ماهی یا گوشتشو خوردن هیچ چیش باقی نمانده برای ایماندارهای سالهای قدیم برای ایماندارهای مثل ابراهیم مثل اون مثل اون مثل اون سالهای طولانی اینا خاک شدن پود شدن اینها چطوری این قرار جسدشون این سالی بود که فکر منو خیلی درگیر کرده بود شاید الان که میگم برای شما میگه آها راست میگه این چه سوالیه پس چرا خدا بدن جدید به ما نمیده میگه بدن جدید به تو میدم یا هر چی بود تموم شد که ما رو زمین بود خاک بود ای بود همش بدبختی مصیبت بود برای برای چی بدن جدید به ما بده این مدت ها فکرمو درگیر کرده بود تا اینکه خدا یه مکاشفه ای به من داد درباره این چیزی که خدا برای من باز کرد این بود انسانی که من آفریدم در هر سبود نیکو بود وقتی سقوط کرد هر سهش سقوط کرد وقتی من اومدم که در واقع احیا کنم و نجات بدم روحش که نجات دادم روانش هم که نجات دادم و داره در واقع تبدیل میشه تولد تازه نه فقط روحش از ایمان به ایمان فکری تازه قلبی تازه داره در واقع تبدیل میشه فقط میمون جسمش که تو این سقوط انگار با آسمان نمیاد یعنی روحش میره، روانش هم میره، اما جسمش نمیتونه بره. و خدای پاسخی به من داد و اون این بود. چرا من میخوام این جسم همین به هم ریخته، همین خاکستر، همین خاک شده، همین رو دوباره میخوام درست کنم. که شیطان نگه ها, ها, ها. روحش زدم روحش نجات داد روانه رو زدم روانم رو نجات داد ولی خوب شد جسمش رو زمین زدم داغونش کردم نمیتونه این جسم رو دیگه چکارش بکنه خدا همین جسمم همینم تبدیل میکنم نه فقط همین روحو رو عوض میکنم نه فقط همین روان رو عوض میکنم همین جسم سقوط کرده و متلاشیش در خاک رو همین دوباره احیا میکنم تا شیطان نگه که یا بخنده که آره من تونستم بالاخره یه قسمت از خلقت نیکوی خدا رو متلاشی کنم گفت از همون چیزی که سقوط کرده همون رو دوباره احیا میکنم هللویا به همین دلیل بدن ما برای خدا مهمه به همین دلیل میگه عیسی میگه میکائیل با شیطان سر جسد موسی دعوا میکرد سر چیش دعوا میکردن خب جسد جسد دیگه حالا ما هر چی میخواد بشه بشه ایدای مختلفی در بارش هست نمیخوام راجب اون هست ولی یک دعواست سر جسد روحش که اوکی نزد خداوند روانش هم که نزد خداوند این جسد هم هر چی میخواد بشه بشه دیگه چه فرقی میکنه نه فرق میکنه نمیخوام بگم مرده پرستی و جس پرستی اما خدا حتی برای جسم ما حتی برای جسم مرده ما هم ارزش قائله منظورم مرده پرستی نیست برای خدا ارزش قائله و به پسر خدا اومد تا اعمال ابلیس رو باطل کند آمین اول یوحنا 3.8 پسر خدا تا اومد تا اعمال ابلیس رو باطل کند اعمال ابلیس چیه همون که تو با عدن اومد هر چیز نیکویش شکست روحت نجات پیدا کرده آمین روانه داره نجات پیدا میکنه آمین پس جسم چی اعمال ابلیس رو جسمت نبوده جالب وقتی انجیل مرقس رو نگاه میکنیم از ده تا شفایی که عیسی داره انجام میده خودتون مطالعه کنید خودتون برید مطالعه کنید یک که علامت بزنید برید مطالعه کنید خیلی هم سخت نیست 16 تا باب بیشتر نیست بیشتر معجزات و فشرده مرقس نوشته برید مطالعه کنید فقط ده تا از معجزات عیسی بقیه هم نمیخوام بگم فقط ده تاشو نگاه کن آمار بگی. از ده تا شفایی که عیسی انجام میداد پنج تاش به خاطر حمله دیپا بوده به خاطر روح بیماری بوده و این کلام که نوشته شده دو هزار سال پیش اگر دو هزار سال پیش پنجاه درصد بیماری ها به واسطه حمله دیوها بوده به واسطه اتک دیوها بوده روی جسم و روی روان اونها رو مریض میکرد و اونها رو بیمار میکرد چون که بیماری به جسم مربوطه مرض تو کتاب مقدس حالا نگاه می‌کنیم به روان مربوطه بیماری غم و قصه و افسردگی و شیزوفرنی و ناامی بیخوابی و, و, ناخو... و تشویش و تمام اینهایی که به روان مربوطه روان داغون میگه شخص روانیه به اون میگم مرض وقتی توی یعقوب نگاه می‌کنیم اگه دوست داشته بیایم نگاه بکنیم کتاب یعقوب رو رساله یعقوب رو ببینیم اونجا درباره این تا چی میگه باب 5 از آیه چارده هرگاه کسی از شما بیمار باشد خط بکشید زیر کلمه بیمار کشیشان کلیسا را طلب کنند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند واژه خداوند اینجا درباره کوریوس به معنی عیسی او را به نام عیسی به روغن تطین کنند و دعای ایمان مریض را واژه مریض را خط بکشید اینجا دو تا واژه یک بیمار ببرید توی نزد کشیشان دو مریض را دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزاند و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده شده خواهد بود اوکی واژه که در واقع برای بیمار استفاده میشه استنه او به بیماری جسمی اشاره میکنه و مریض به معنی کاما، کامنو به معنی بیماری های روحی و روانی و تمام آن چیزی که به فکر و روح و احساس بر بوده اگر دو هزار سال پیش بیماری های جسمی و روحی پنجاه درصدش به خاطر حمله اتک دیوها بود چقدر بیشتر الان که تو زمانهای آخریم و کتاب مکاشفه داره میگه و شیطان چون که میداند زمانش کوتاه هست اومدن عیسی نزدیکه با خشم عظیم به سوی زمین میآید تا نابود کنه و خیلی مواقع متاسفانه خود ایمانداران هم دقت نمیکنن اوکی پیش دکتر میری خدا رو شکر دکترها دکترها و ما هر دو داریم در واقع یک کار میخوایم بکنیم بر یک بیماری میخوایم بیستیم و بجنگیم حداقل ای خودشون خدا را قبول ندارن و ایمان ندارن ولی علمی که هست خود علم از خداست و این علم و ما در مسیح داریم یک کار انجام بدیم میخوام به یه مریض کمک کنیم که شفا بیابه اما چیزی که دکترها و روانشناسان نمیتونن انجام بدن اونه شاید بتونن از اون ده دلیل کمک کنن و کسی را که بیماری داره کمکش کنن و نجاتش بدن اما به شما قول میدم در حضور خداوند که اونها هیچ کدامشون کسی که ایمان مسیحی نداره دکتری که مسیحی نیست دکتری که ایمان زنده مسیحی نداره غیر ممکنه بتونه کسی رو که بیماری که بر اثر دیو بهش حمله شده رو بخواه شفا بده و این فقط قدرت در نام عیسی و کلیسای خداوند آمین پس کلیسای خداوند باید مکانی برای شفا باشه و ایسایی که در واقع قدرت بیماری رو شکست و شاخ بیماری رو شکست و نقشه شیطان رو شکست که این بدن انسان رو، این روان انسان رو داغون کنه چون میدونه روح انسان رو خدا نجات داده من و شما که در مسیح هستیم ما نجاتی یافته ایم میدونه به اون کاری نمیتونه بکنه اما میگه جسمش رو با درد و روانش رو با غم مشغول کنه پس من و شما باید بدونیم که ما دائم مورد حمله میتونیم باشیم همینطور که موازم هستی که دستتو میشوری که کرونا نگیری افکار و ایمانتو دائم در موازبت نگه دار که به قدرت های تاریکی مبتلا نشی منظورم دیوزدگی نیست اتکا و حملاتیه که شیطان ممکنه به زندگی و جسم بزنه اینو من به شما بگم که شیطان اجازه نداره به ایمانداران دست بزنن ها اجازه ندارن به ایمانداران دست بزنن چون ما خون عیسی رو داریم آمین اما یه ایماندار بیاد بگه که اوکی میان اذیت هم میکنن میزننم نگاه کن از آثار اذیت رو بدن من مونده این, این 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 اوکی باید ببینی که چه در بازی وجود داره تو زندگی تو که از اون قسمت داره وارد میشه کلام خدا چی میگه؟ مسیح میگه که رئیس این جهان میاید راجب شیطان میگه اما بر من راهی پیدا نمی کنن. یعنی هی میاد میگرده 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 ببینه از این ور ایسا چیزی راهی پیدا میکنه تو افکارش تو رابطش، تو قلبش تو خشمی داره بغضی داره ای داره کسی رو نبخشه مشکل حل نشده داره نسبت به ایمانش نسبت به پدر آسمانیش تو چاره اینه هی دائم تو مسائل مالی تو این تو این تو این هی, هی میچرخه میچرخه تو گرسنگی برای به دست آوردن یه لقمه نون از چه روش استفاده میخواد بکنه هی دور ورش میچرخه 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 هر چی میچرخه سرش گیج میره می آخر کار هیچ راهی پیدا نمیکنه پس اگر دور عیسی میچرخه و دور منو ها میچرخه راهی پیدا کنه و سوال اینه باشه که به نام ایسا راهی پیدا نکنه ولی اگه پیدا کرد چی کار میکنه؟ اینجاست که در واقع ما باید راه ها و درها رو ببندیم. آمین؟ خود گناه راه رو باز میکنه. تو کتاب یعقوب چی میگه؟ میگه و دای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خدا من او را خواهد برخیزانید و اگر گناه کرده باشد از او آمرزش خواهد شد چی؟ چرا ربطی ما راجب شفا داریم می بساویم چرا ربطی به گناه داره؟ نصیب اون شخص گفت شفایی آفتی برو دیگه گناه نکن که بدتر نشی آها گناه همیشه این نیست که فکر کنی از دیوار کی بالا رفتی؟ گناه چیه؟ وقتی تو جایگاه خدا نمیسی وقتی تو هدفهای خدا نمیسی واجه گناه چیه؟ یعنی به هدف نزدن یعنی در مرکز قلب خدا قرار نگرفتن یعنی در اراده خدا زندگی نکردن یعنی تو بحران های فشار یه جنگ یه لگدی بهت میزنن درست عمل نکنی مطابق قلب خدا و ایمان عمل نکنی گناه گناهه یه جای بعد سکوت کنی سکوت نمی کنی یه جای بعد جواب ندی جواب میدی یه جای نه بعد خش بگیری خش میگیری یه جای نه بعد ببخشی نمیبخشی همه اینا گناهه متاسفانه دنیای ما رو همه فرا گرفته و دائم داره میچرخه و میچرخه و میچرخه تا کسی رو پیدا کنه میگه شیر قرآن ایستاده و کمین کرده تا راهی پیدا کنه یه شخص ضعیف پیدا کنه که ببلعه اما اگر به نام عیسی مسیح روزانه خودتو تقدیس میکنی با کلام خدا در روح القدس داری در واقع مشارکت میکنی و از خدا میشنوی و قلبتو سخت نمیکنی اگه خدا چی نشون میده درجا توبه میکنی و میبندی اینقدر بگرده تا سرش گیج بره بخوره زمین به تو هیچ کاری نمیتونه بکنه همین همیشه از دفلت ها استفاده میکنه از گیجی استفاده میکنه میخوام با این آیه تمام کنم ارمیا 8 20 و 22 20 تا 22 موسم حسادت گذشت تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم به سبب جراحت دختر قوم خود مجروح شده و ماتم گرفتند حیرت مرا فرو گرفته آیا بلسان در جل آد نیست؟ و طبیبی در آن نی؟ پس چرا دختر قوم من شفا نیافته؟ جل آد منطقه خیلی سرسبزی بود که قبل از رود اردن همون جایی بود که یوشع قوم را آورد و اونجا ایستادن و آخرین جایی بود که در واقع مننا به اتمام رسید و اونجا کشت رو زر کردن مکان سرسبزی بود برای حاصل خیز بود برای کشت کار گیاهان داروی بسیار زیادی اونجا می روید. و منطقه حاصل خیزی بود دمجوش های بسیار زیادی و یکی از این گیاهان که به نوعی مادر شفا بهش می نامیدن بلسان بود داروی تلخی بود گیاه تلخی بود اما برای خیلی از دردها از کوبیدنش، از پماد درست کردنش روز زخمالیدنش دم کردنش خوردنش به عناوین مختلف در واقع ازش استفاده میکردن بلسانو یه داروی گیاهی بود و خیلی فراوان بود مثل اینکه مثلا بگن که آیا در کرمان چی پیدا میشه؟ میگه تا دلت بخواد زیره پیدا میشه اما شما تصور کنید الان داره به تنه داره میگه مثل این میخواد بگه که میگه آقا میگه بلسان در جلاد نیست مثل اینکه مثلا بگیم آیا زیره در کرمان پیدا نمیشود همه میخندن میگه آقا چرا زیره به کرمان میبری که کرمان خودش پر از زیره است جلاد پر از بلسانه یعنی داروی گیاهی و این داروی گیاهی داری شفا بود معروف بود به امول شفا مادر شفا و برای خیلی از دردها ازش استفاده می شدن. و میگه آیا در جلعات داروی شفابخش نیست و آیا در جلعات طبیبی نیست جلعات سمبل سکونت قوم اسرائیل بود که امروز سمبلی از کلیساست و خدا امروز داره با کلیسا صحبت میکنه مهم نیست کلیسای تو اعتقادش چیه مهم نیست برادرانی مهم نیست بپتیستی مهم نیست انجیلی هستی پنتیکاسی هستی کاریزماتیک هستی متودیست هستی یا ادونتیست هستی یا کاتولیک هستی یا پروتستان به هر شاخهی میخوای باشی اگر خودتو به عنوان بدن مسیح و کلیسا میدونی جلعات سمبولی از کلیساست میگه آیا در کلیسا ایسا نیست چون که ایسا شفا دهنده است آمین ایسا شفای ماست به زخمای ایسا ما شفا پیدا میکنیم میگه آیا در کلیسا شفا نیست آیا در اون طبیب نداره این کلیسا طبیب نداره کلیسای شما طبیب نداره کلیسای شما خداوند نداره آیا در کلیسا شفا دهنده وجود نداره آمین که داره آمین که ایمان داریم که خدا شفا دهنده است پس چرا دختر قوم من هنوز شفا نیافته باز دختر قوم دختر زن تو کتاب مقدس قوم اسرائیل که به عنوان زن خدا و ما که به عنوان نامزد مسیح هستیم در واقع سمبولی از کلیسا است پس چرا کلیسا هنوز شفا نیافته مشکلش کجاست آیا تو ایمانشه تو باورشه تو الهیاتشه تو چیشه آیا عیسی فقط دیروز شفا میداد؟ امروز نمیده؟ یه نمیخواد بده؟ یه نمیتونه بده؟ مسیح میگه که مطابق ایمانت اگه مطابق ایمانت میگیری مطابق بیمانی بی هم نمیگیری که ایمان داره به یک چیز میگیره ایمان نداره نمیگیره ایمان داری به شفا میگیری ایمان نداری نمیگیری ایمان داری به نجات میگیری ایمان نداری به نجات نمیگیری ایمان داری که به ملاقات خدا میگیری این نداره شفا نمیگیری همه چی تو کتاب مقدس با ایمان انجام میشه ایمان چیه باور من باور اون کلیسا باور اون شبان باور اون معلم باور اون رسول باور اون درباره اون چیزی که به میگه ازش هم باور میکنن پس میشه باورشون مطابق رسولشون معلمشون و شبانشون خب پس مطابق ایمانت میگیری مطابق ایمانت دریافت میکنی حالا ایمانت میگه میشه میشه ایمانت میگه الان نمیشه نمیشه ایمانت میگه قبلا میشده الان نمیشه پس مطابق همون که هست دریافت خواهی کرد نمیخوام اینا نکرد کسی رو زیر سوال ببرم یا کلیسای زیر سوال ببرم یا فقط کتاب مقدس همین داره میگه اگه کسی غیر از این داره میگه که مطابق ایمان داده میشه اگه شیطان اومده که مغرورین ابلیس و شیطان اومده که مردم رو مغور کنه، آزار بده، شکنجه بده، آزار بده، اما خدا رو شو که طبیب ما عیسی شفا دهنده ما هم هستش که اعمال ابلیس باطل کنه و امروز خداوند ما رو فرا خونده به جهت همین پسر خدا ما تا اعمال ابلیس باطل کنه آمین و شاخ اقتدار بیماری شکست به همین دلیل میگه برید و پادشاهی خدا رو موعظه کنید مریضان رو شفا بدید دیوها رو بیرون کنید خیلی ساده موعظه کن مریض شفا بده دیو رو بیرون کن ابرسان رو طاهر کن این چیزی که خدا من میخواد و این ایمان چیزی نیست که الان یه دفعه ایمان شروع میشه و بعد در واقع در قلب من و تو مثل اون دانه میشینه و بعد شروع میکنه تشویقتون میکنم خدا رو شکر آنچه که میشنوید از معلمین از شبانان اما خودتون مطالعه کنید خودتون رو عمیق بشید مدتی وقت بذارید درباره این ملکوت خدا که قرار موعظه بشه خیلی مواقع ملکوت خدا موعظه میشه اما نه توش دیب بیرون میره نه مردم شفا پیدا میکنن فقط معزه خالی که بیا به پادشاهی اما نه آیات نه معجزه هیچی نیست مردم با فکر ایمان میارن با فکرم از ایمان میرن با فکر میان با فکرم میرن چرا؟ چون عیسی رو تجربه نکردن چرا باید تو کلیسا های همه دیو زده باشه؟ چرا تو کلیسا اینقدر باید افراد اسیری وجود داشته باشه چرا اینقدر مردم باید درگیر بیماری هایی باشن که دلیلش حمله شیطانه گفتم اون ده دلیل نه یه دلیلش اینجاست که خداوند میخواه اول خودمون رو تقدیس کنیم و هر راهی رو که شیطان پیدا کرده که بخواد در واقع اتکی بذاره به نام عیسی در رو ببندیم و شفا خدا رو بگیریم برای خدا دست راست خدا نشست آمین هفت شاخ اقتدار داره آمین ما در دست راست این نشستیم آمین پس اون هفت شاخ اقتدار مال ماه آمین پس خدا میخواد که اگر به او ایمان داریم کارهایی که اون کرده ما بکنیم آمین پس حداقل برای زندگی خودت بکنی نمیخواد برای مردم بکنی آمین که برای اونها هم بکنی اما حداقلش اینه برای خودت برای خانواده‌ات برای عزیزانت به نام عیسی مسیح بیس و بجنگ جنگ روحانی کن اگه دیدی واقعا دلیل روحانی نداره اوکی دکترم هست خدا رو شک دارو هست درمان هست آزمایشگاه هست لابور هست برو انجام بده اما این ورم به پا برای کسی که در مسیر اراده خدا زندگی میکنه شیطان دائم میخواد اتک بکنه اینطور هم نیست که بگیم هیچ کاری نمیتونه بکنه قدرتی نداره بله ضعیف بله اما همین ضعیف تو زندگی خیلی از این خودش قوی نشون میده اما اونی که در مورد قدرتش بالاتر از که در این دنیاست آمین؟ خدا ما رو خوانده که با قوت نام مسیح بتونیم هر قدرت که از شیطان هر اعمال ابلیس و هر اعمال ابلیس و هر اعمال ابلیس و هر, ابلیس و، هر کلام ابلیسا، هر نقشه ابلیس و هر بیماری ابلیس و هر توت ابلیس به نام عیسی مسیح باطل کنیم آمین؟ اگه پسر خدا اومد تو هم باید بلندش بگی دو من هم دختر خداام، منم پسر خداام. آمدم تا اعمال ابلیس باطل کنم برای زندگیت مواظبت کن حداقلش از حریم خانت مواظبت کن از خودت مواظبت کن از عزیزانت مواظبت کن این اون چیزی که خدا من میخواد منو شما داشته باشیم قلب خدا برای ما سلامتیه آمین پس اعمال ابلیس به نام عیسی باطل شود می‌خوام قبل از اینکه در واقع به شام خداوند وارد بشیم و پرستش بکنیم میخوام اگر مواردی تو قلب شما هست که باعث بیماری میشه همچنان که کلام خدا هست یک نبخشیدن نبخشیدن بیماری میاره خیلی ساده به شما بگم نمیخوام الان الهیاتش باز کنم نبخشیدن بیماری میاره نبخشیدن پریشانی میاره نبخشیدن افسردگی میاره نبخشیدن خشم میاره نبخشیدن قتل میاره اینکه حق با توه اوکی موافقم اما اگر نبخشی دری بروی شیطانه قرقر کردن فرصتی برای اتک شیطان وقتی قرقر میکنی زبان به قرقر که باز میشه به زمین زمان قور میزنی و شکرزاری نمیکنی دری بروی شیطان بیماری میاره ناعتاعتی به عمد بیماری میاره حتی میدونی چی درسته و باید انجام بدم و چگونه مشورت کنم و چگونه اجازه بگیرم و چگونه قدم بردارم و انجام نمیدنم و میپیچونم و به هر شکلی این کار انجام میدم در بازیه برای خودت داره میگم بگنه تو شبا راحت نمیخوابی تو از درده به خودت میپیچی اگه دعا میکردی خدای با من صحبت کنی به من بگو دلیلش چیه خدا رو باید صحبت میکنه گوش کن کسی که نیست خود تنها داری میفهمی جلو کسی هم نیست که بخواد بفهمین که تو کی هستی خدا رو با تو حرف میزنه تو بکن و اگه اطاعت میکنی اطاعت کامل بکن کسی که میتونه یه ذره اطاعت کنه میتونه کاملا میتونی اطاعت کنه دلایل خیلی زیاد هست بخوام راجع به صحبت کنم که چه چیزهایی میتونه در واقع باعث بشه که شخص توی زندگیش بیمار بشه هر کس میخواد باشه تو من ما ایشان شما هر کسی میخواد باشه فرق نمیکنه انسان جمع عیسی بیمار نشد هیچ کتاب مقدس ما نمیبینیم عیسی بیمار بشه هیچ زدنش بله آزار دادن بله شکنجه شدن بله اما هیچ چه که عیسی بیمار باشه که اجازه نمیداد که شیطان بخواد تو زندگیش حداقل اون یک مورد رو بخواد درباز کنه کسایی که چیزایی تو خونهشون دارن که از خداوندی کتابایی دارن چه میدونم تابلوهایی دارن وسایل جادوگری فالگیری خرافات خدایان بت‌ها پرستش خدایان ابزاری که باهاش پرستش خدایان جلی رو انجام میدادن و تو خونه است ما رو مامان بزرگم چیکارش کنم مال پدر بزرگم چیکار حالا تو خونه مونده چیکار کنم میاد هر ادگی سر میاد چیکارش کنم آخه این یادگار فلانی این نمیدونم انگشتر فلانی مال فلانم بهم یادگار پدر بزرگم پشتش ناله یه آیه چی هم نوشته حالا به هر حال اینم به جد تبرک داده ما که ایماندار این تقدیس میکنیم چی تقدیس میکنیم پشتش لعنت نوشته داری به عنوان ایماندار کله گندش هم اینجاست اسمش هم گذاشی عقیق داری با خودت میبری بعد اسم مال پدر بزرگمه و دعا میکنی تو زندگی اینقدر بدبختی است همون دستی که بالا میکنی همون دست داره برزده تو گواهی میده که این چیزی که تو دست تو بر ضد چرا خودمون رو فریب میدیم کلام خدا میگه کاهنی بر فرق بین مقدس و نامقدس رو به قوم من تعلیم بدن موضوع شریعتی بودن نیست ولی حداقل شوخی نداره خاصیت زهر میکشه ماده شوینده مر مریض میکنه وایتکس بخوری داغون میشی نفت بخوری داغون میشی اینا چیزایی نیست بابا شما دیگه خیلی دیگه شیمی شدید شیمی چیه خاصیتش اینه <تصفح> خاصیت نفت و وایتکس و زهر و اینها اینه که داغون میکنه مریض میکنه میکشه چه ربطی که داره شما شیمی شدید که حالا بگیم شما مذهبی شدید شما نمیدونم فلان شدید خاصیت خوشندگیه و برو بخور برو یه گالون بخور ولی بله اگه داری دعا میکنی خدای با هم صحبت کن خدا رو باید صحبت میکنه خونه رو تقدیس کن بریز بیرون خب آخه مادر بزرگم بریز بیرون مادر بزرگت نمیدونه تو که میدونی آخه پدر بزرگم بریز بیرون پدر بزرگت نمیدنه بریز بیرون آخه این یادگاری یادگاری چیه کلام خدا میگه خون من یادگاری تو باشه بریز بیرون آخه این تابلو قیمتی بریز بیرون چیزاتونو که از روحانی معنی دارن اینا ابزار پرستش خدایان بود پرستیه بریز بیرون اینا بیماری میاره ناآرامی میاره تشویش میاره من نمیدونم شبا آقا کابوس میبینم ببین چی تو خونت گذاشتی کابوس میبینی من دارم حمله فکری دارم میگم کتاب میخونی اوه میگم برو کتابخونت نگاه کن هر چی کتابای فلسفی داری بریز بیرون که همش دارن خدا رو رد میکنن آلبوم قشنگ اونجا شده نه آدمی هستی که بگی بشارت میدی برای یادگیری که من بشارت بدم به مردم همین نشستی خونی و چی نگرد داشتی آخه پول دادم پول داده باشی بریز بیرون هر چیزی که از خدا نیست بریز بیرون گفتم اکثر اتفاقایی که تو زندگی و لعنتای میفته به خاطر چند بند اول شریعته خداوند خدای خدا پرستش کن و بتخان هست و چیزهای غیر که از خدایان یعنی دیگر تو خونت نداشته باش و سرزمین ما پر از این چیز است جادوگری، فالگیری، پرستش بتخا، ابزار، وسایل بالا پایین کردن و دلاراست شدن همه رو بریز بیرون هر آنچه که از خدا نیست از زندگی پاک اینها بیماری میاره و مسیومت اعمال ابلیس باطل کنن آمین گفتم باطل کن اعمال ابلیس رو وسایلش هم هست رو بعدهاش هست رو حرفاشم هست حرفای ابلیس هم باطل کن نقش های هم باطل کن عهد ابلیسم هم باطل کن دروغ های هم باطل کن تمام ابزار و وسایل ابلیس هم باطل کن آمین خونتو تقدیس کن اون موقع ببین چه جو آرامی تو خونت میاد. میتونی می نفس بکشی.